تو آخرین روزای زمستون ام می مرد نمون تا بها رو ببینه بعد مراسم خاک سپاری شوهرش امو اوب برگشت تو تریلی لباسای رسمیش رو در و تا شب از خونه بیرون نیومد خونه ی اوب و امه می همون تریلی بود از روزی که یادم میاد تریلی کهنشون همونجا کنار جاده پارک شده بود هیچ وقت نفهمیدم چرا امو از شر ماشین قرازش خلاص نمیشد. ماشینی که شبیه خونش درستش کرده بودن. بعد مرگ امه می، امو بیشترم به خونه سیارش دل بسته شد. خونه سالهای سال از جاش تکون نخورده بود. امه می و امو عاشق همدیگه بودن. من هیچکیو و مثل این دو نفر ندیده بودم. حتی شیست سال پیش که تازه اومده بودم اینجا. زمانی که انقدر کوچیک بودم که معنی عشق رو نمی فهمیدم. بازم وقتی نگاهشون میکردم اشکم سرازیر می شود. واقعا عاشق هم بودن. اولین باری که عشق عمیقشون رو کشف کردم خوب یادمه. یه شب تو آشپزخونه نشسته بودیم. اما اوب به عمه کمک کرد تا موهاشو ببافه. به قدر عاشقانه موهاش می میباف که دوست داشتم برم توی جنگل و با صدای بلند گریه کنم. اما جلوی خودم رو گرفتم. من مطمئنم یه وقتی کسی همینقدر منو دوست داشته. اگه اینجوری نبود، هیچ وقت محبت بین امه می و امو اوبو درک نمی کردم. من مطمئنم مادرم قبل از اینکه بمیره دوست داشته موهای براغ دختر کچولوشو شونه بزنه. دوست داشته به همه جام لوسیان بچه بزنه بعد منو توی پتو بپیچه و تمام شب محکم بغلم کنه برام لالایی بخونه مادرم حتما میدونسته که خیلی عمر نمیکنه برای همین بیشتر از مادرای دیگه بغلم میکرده من اونقدر طعم عشق و چشیده بودم که وقتی دوباره عشق و دیدم فورا شناختمش امیدوارم روزی خودمم عظمت عشق و نصار کسی دیگه ای کنم. وقتی مادرم مرد من بین فامیل دست به دست شدم. هیچ کس منو قبول نمی کرد. نه برای مراقبت نه برای فرزندی. اما به خاطر عشق عمیقی که مادرم به هم داده بود از هیچ کدوم فامیلا کینه به دل نگرفتم. مادر عزیزم اونقدر برام عشق گذاشته بود که تا وقتی کسی قبولم کنه زنده بمونم. خیلی دست به دست شدم تا سر و کله اممه و شوهرش پیدا شد. اممه و امو او از راه دور اومده بودن دیدن فامیلاشون. ولی به گفته خودشون تا چشمشون به یه فرشته افتاد تصمیم گرفتن به فرزندی قبولش کنن و ببرن خونشون. منظورم از خونه همون اتاقه که تریلی کهنه زنگ زده است. اتاقکی تو دل کوهستان، تو دامنه سرسبز کوه، کنار جاده. اولین بار که اتاقک رو دیدم به نظرم اسباب بازی جالبی بود. احساس می کردم خدا اتاقک رو از بهش پرت کرده روی زمین. اتاقکم اومده و اومده تا اینجا گیر افتاده. برای همین کجا کله شده. ولی شکر خدا هنوز سالمه. شب اولی که تو تریلی بودم احساس می کردم تو بهشتم. اممه یا اموعب برای داشتن یه دختر شیست ساله خیلی پیر بودن. ولی با شور و شوق اتاقه که تریلی رو به خاطر من عوض کردن. خونه رو جوری چیدن که توش احساس راحتی کنم. زن و شوهر پیر و عاشق فکر نمی وقتی برای دیدن اقوامشون میرن با یه دختر بچه شیست ساله برمیگردن. میگفتن من یه فرشتم که خدا براشون فرستاده. تو راه عمه می به هم قول داد برام تاب ببنده. به نظرم بستن تا برای عممه توپول که به زور روی صندلی جلو جا شده بود واقعا سخت بود. اما اوبم نمیخواست کم بیاره. برای همین به هم قول داد یه خونه درختی برام میسازه. وقتی به اتاقه که تریلی رسیدیم حالت تهوع داشتم. آخه تا حالا اینقدر طولانی سفر نکرده بودم. چند ساعت تو جاده پرپیچ و پر خم بودیم. سعی می کردم آب دهنم و قورت بدم و اصلا به روی خودم نیارم که حالم بده. می ترسیدم از حالت تهوه من ناراحت شن. می ترسیدم از تصمیمشون منصرف بشن. برای همین سعی می کردم خودم و سرحال نشون بدم و لبخند بزنم. خیلی مواظب بودم بالا نیارم. وقتی رفتیم تو تریلی فهمیدم برای خوشحال کردن یه بچه خونه خیلی هم احتیاج به تغییر نداره. اولین چیزی که به چشمم خورد قفسه های پر از فرفره بود فرفره ها شبیه فرفره که قبلا دیده بودم نبودن مردم شهر ما فرفره ها رو به نرده ها وصل می کردن. یا یه جایی توی باغچه می زاشتن که پرنده ها رو فراری بدن برای همین من فرفره های زیادی دیده بودم اما هیچ کدوم شبیه فرفره های اب نبودن اما او به هم گفت که هر کدوم از فرفرهاش معنی خاصی دارن امو او واقعا هنرمند بود اینو همون لحظه اولی که تو اتاقک تریلی رفتم فهمیدم هر کدوم از فرفرهاش برای خودشون داستانی داشتن اما او براشون اسمم گذاشته بود اسم یکیشون رد بود واقعا هم مثل رد ترسناک بود اسم فرفره دیگهش بهشت بود روی فرفره بهشت پر از فرشته های تلایی بود احساس می کردم هر لحظه فرشته ها میان بیرون و صورت می بوسن فرفره آتیش، مرگ، حتی عشق و رویام داشت یادم اسم یکیشون رو گذاشته بود فرفره می فرفره می سفید بود پر از فرفره های کوچیک رقصان که دور یه فرفره بزرگتر می چرخیدن اما او به هم گفت فرفره می مثل روح امه می بزرگ و پاکه فرفره ها حسابی شادم کرده بودن انگار وارد یه دنیای جادویی و زیبا شده بودم بعدش ام می منو برد تو آشپزخونه در یخچال و همه گنجه ها رو باز کرد و گفت سامر دختر قشنگم هرچی دوست داری میتونی بخوری اگه چیزی هم خواستی که اینجا نبود بگو براس بخریم ما دلمو میخواد تو هر چی که میخوای داشته باشی قبلا تو شهر خودمون تو خونه هایی که مجبور بودن ازم سرپرستی کنن خوردن خوراکیا هیچ لذتی نداشت وقتی به زور تو جمع ای بودم باید مثل یه موش کوچیک برای گرفتن غذا خوش رفتار و معدب میبودم وقتی چشمم به کابینت های پر از خوراکیای خوشمزه افتاد نمیدونستم چی کار کنم احساس آزادی میکردم احساس می کردم دیگه موش کچلوی اضافی نیستم. دلم میخواست از همه خوراکی ها بخورم تا باورم بشه واقعی و خواب نمی بینم. امه می توی باغ فوت کرد. وقتی سرگرم باقی بود روح از بدنش جدا شد. شاید باقی بونی مردم و یاد جون کندن تو زمین بندازه وقتی توی گرد و خاک عرق میریزن و کار می کنن. اما برای امه می باقبونی شکلی نبود. باغچه امه می خیلی قشنگ بود. تو باغچهش پر از های لوبیا و کلم و هویج بود. باقچه که هم کمک خرجمون بود هم دوست امه می. من و, ام و مطمئن بودیم که امه باید همینجا می مرد. باید تو باغچه قشنگش میون سبزیای سرحال و تر و تازش می باید روحش تو باغچش از بدنش جدا می شد. همان روح زیبا و سفیدی که امو ام ساخته بودش و خیلی خوب می شناخدش. فقط همین قسمت از مرگ اممه برامون قابل باور بود. همین قسمت که مربوط به باغچش می شد. بقیهش به قدری با ذهن ما غریبه بود که هنوز بعد شیش ماه باش کنار نیومدیم. از اون موقع کارمون شده دلتنگی و قصه خوردن. هیچ وقت فکر نمی کردیم اینجوری خودمون رو ببازیم فکر می کردیم قوی تر از این حرفا باشیم روزای سرد زمستون نزدیک می شد زمستون تو مناطق کوهستانی آدم رو بیشتر دلتنگ می کنه صبح وقتی راه می افتادم تا برسم به اتوبوس مدرسه دلم بیشتر برای امه می تنگ می شد برای امه می که همیشه تو تاریک و روشن صبحای سرد زمستون از پنجره برام دست تکون میداد و دلمو گرم می کرد. هر حالا ام و به جاش برام دست تکون میداد اما جای خالی امه خیلی بزرگ بود. به این راحتیان پر نمیشد. وقتی ام و برام دست تکون میداد دلم بیشتر برای امه تنگ می شد. اونقدر زیاد که خون تو رگا منجمد می شد. مجبور می شدم تا رسیدن اتوبوس مدرسه اونقدر پامو بکوبم به زمین تا هم یخ نزنم هم جلوی گریم بگیرم. حالا دوازده سالمه. دیگه کسی توقع نداره با چشمای اشکی سوار اتوبوس مدرسه بشم. از روزی که توی کوهستان زندگی می کنم هیچ وقت از چیزی نترسیدم. اما اما جدیدن خیلی ترسو شدم. در زمان بیشتر از تنهاییه اما آب تنهای تنها توی تریلی کهنه و پر از فرفر خوابه و من تو جاده تاریک سوار اتوبوس مدرسه هر زمان خیلی تنهاییم تنها و محتاج عممه چیزی که جدیدن نگرانم میکنه رفتار امو اوبه ام مدام عممه یو میبینه زنده و حی و حاضر امو معتقده متقده امه با ما زندگی میکنه یه روز من و امو رفتیم بیرون تا بطری های پلاستیکی رو ببریم و برای پرنده ها ظرف غذا درست کنیم یه مرتبه امو صاف وایساد چاخوشو چاخوش انداخ زمین خیلی ترسیدم ترسیدم بلایی سر امو بیاد یه وقت منو تنها بذاره با تعجب گفتم امو اب به بینیش چینی داد قیافه مسخره ای به خودش گرفت انگار میخواست عطسه کنه بیشتر ترسیدم اما امو اوب بی تفاوت سرش رو بالا گرفت و گفت وای چی شده امو اوب؟ امو دستمالش رو از جیبش در آورد و دستاشو رو پاک کرد بعد دستمال جلوی دماغش گرفت و فین کرد دستمال تا کرد و گذاشت تو جیبش و زور زد به من امو با همون اطمینان همیشگیش گفت می اینجا بود پیش ما چاقو رو گذاشتم و کنار گفتم ها؟ می الان همینجا پیش ما بود به خدا قسم سام راست میگم احساسش کردم با همه وجود روحش رو حس کردم بعدم سرش رو تکون داد و به دور دستا خیره شد زل زدم به ام و خیلی پیر بود بعد مرگ ام می پیرترم شده بود اصلا دلم نمیخواست دل پیر مرد دوست داشتنی رو بشکنم برای همین گفتم حالش چطور بود؟ برگشت و به هم نگاه کرد و گفت چی گفتی؟ چطوری بود؟ مثل نور؟ مثل فرشته ها؟ امو چیزی بهت نگفت؟ همونطور که تو فکر بود به سمت کیسه ی دونه پرنده ها رفت و گفت حالش مثل وقتهایی بود که میخواست بار و بندیلمون رو جمع کنیم بریم دیدن فامیلامون همون روزا که نمیدونستیم قرار تو رو پیدا کنیم اما اوب ظرفای پلاستیکی رو پر از دونه کرد بعد جوری که انگار با خودش حرف میزنه گفت همه اون سالا هر وقت قرار بود بریم دیدن فامیلا می دو دل بود هم دوست داشت بره هم دوست داشت نره نمیتونست تصمیم بگیره می ترسید سفرش طولانی بشه می ترسید وقتی برگردیم اینجا رو از دست داده باشیم میترسید یه وقت فرفرها آتیش بگیرن یا سیل بیاد و باخچش خراب کنه. از سیل خیلی میترسید. چون مامان و باباشو تو سیل از دست داده بود. حرفهای مووب اصلا با عقل جور در نمیومد. لاقد با عقل من جور در نمیومد. من توقع داشتم حالا که امه می رفته یه دنیای دیگه مثل یه نور یا فرشته شده باشه. نه فقط مثل وقتایی که میرفت سفر. توقع داشتم الان روحش پیش روح پدر و مادرش باشه خوشحال و سرحال امه می بارها داستان پدر و مادرش رو برام تعریف کرده بود بیچاره امه می فقط نه سالش بوده که پدر و مادرش رو سیل میبره و تنها میشه دو روز بی وقف بارون میباره اونقدر بارون میباره که زمین قدرت نداشته همه ی آبارو جمع کنه بعدم سیل راه میفته و خونه ی امه یا از بین میبره امه می تعریف میکرد مادرش تا صدای وحشتناک جریان آب و میشنوه به طرف اتاق امه میدوه. اما سرعت جریان آب از سرعت مادرش بیشتر بوده. آب امه میو با خودش میبره به دور دستا. وقتی به هوش میاد کنارش فقط یه گربه خیس و خسته بوده. امه می دیگه هیچ وقت پدر و مادرش رو نمیبینه. امه میگفت درسته هیچ وقت پدر و مادرش رو ندیده اما همیشه مراقبش بودن. هر کاری که میخواست انجام بده روحشون به امه میگفته می که انجامش بده یا نه همین احساس بهش کمک میکرده که گول کسی رو نخوره یا مثلا به حرف همسایه های عجیب و غریبشون گوش نکنه همین احساس بهش گفته بوده که تا آخر عمر کنار آب بمونه امه می میگفت وقتی کنار امو اب بودن پدر و مادرش خیالشون راحت شده بعد با چشم خودش دیده بود که روحشون سبک و سرحال به طرف آسمون پرواز کرده اممه می بهترین آدمی بود که من تو عمرم دیده بودم حتی از امو بهتر بود امه می دریایی از عشق بیدریق بود آدم ها رو درک میکرد و همونطور که بودن قبولشون داشت به تک تک آدم ها ایمان داشت. هیچ وقت هم از این بابت سرر نکرد. ظاهرا مردمم هم می دونستن که امه می فقط خوبی ها رو می بینه. همیشه کاری می کردن تا امه خوبی هاشون رو ببینه. همین اخلاق امه می باعث شده بود که ام و اوب از اینکه که ملوان از کار افتاده یه خجالت نکشه یا از اینکه که خرج زندگیشونو با ساختن فرفره بده شرمنده نباشه. منم هیچ وقت از اینکه سالها دست به دست شده بودم و در به در بودم خجالت نکشم ما خیلی خوشحال بودیم امه ام میا داشتیم امه ام به هر دای ما افتخار میکرد و به ما احساس قدرت میداد ولی حالا من و احساس میکنیم دیگه هیچ امیدی نداریم احساس میکنیم خالی شدیم از همه مهمترین که من از مرگ امو خیلی میترسم از فکر اینکه که تنها بذاره وحشت میکنم نه من نمیخوام با فرفره ها تنها بمونم اگه همچین اتفاقی بیفته من فقط از خدا یه چیز میخوام از خدا میخوام به من بال بده تا با فرفره ها پرواز کنم و پیش ام آب و امه می برم آنتن اون دنیا یعنی کلتوس کلی بهانه برای بودن با ما داشت اولین کاری که امو آب کرد کلتوس رو برد به باقچه امه می خیلی قمنگیز بود ما سه نفر بین شاخه های خوشگیده کلم وایستاده بودیم امیدوار بودیم ام می کسی که با عشق باقشش رو زنده نگه داشته بود نشونهای به همون بده. من واقعا انتظار نداشتم ام می ظاهر شه. اما و اوب اصلا مثل من فکر نمی کرد. امو عب با چنان اشتیاقی از روح لطیف امه حرف می زد که منم برای دیدنش امیدوار شده بودم. وقتی امه می زنده بود هیچ وقت ما رو نامید نمی کرد. کلتوز برای اولین بار ساکت شده بود. نمیدونستم تو مغزش چی میگذره. فقط ساکت وایساده ایستاده بود و به حرفای امو گوش میکرد. اما فکر میکرد با حرف زدن راجع به امه اونم تو باغچهش باعث میشه که کلتوس ببیندش. فکر میکرد با این کار باغچه پر از امواج میشه که امه رو میکشونه طرف ما. برای همین ما وسط باغچه وایسادیم و وای ما دستامونو کردیم توی جیبمون. اما به کلتوس نگاه میکرد و کلتوس هم به آسمون. منم زل زده بودم به زمین. اما یه سره از خوبی های می میگفت. منتظر بودم اما چیزای مهمتری بگه اما فقط از رفتاری پیش پا همه حرف میزن. از اینکه هر شب پماد زانوی عمو رو میزده یا اینکه وقتی بچه بودم و تاپ بازی میکردم از پنجره صدا میکرده و میگفته سامر تو بهترین دختر کوچولوی دنیایی اما اب اصلا از فداکاریهایی که همه برام کرده بود حرف نمیزد کلتوس چشم دوخته بود با آسمون بی حرکت وایساده بود و اجازه میداد و اب هر چقدر میخواد از عمه بگه احساس میکردم یه مراسم عزاداری واقعی برای عمه می برگزار میکنیم من و ام و اب وقتی عمه یا از دست دادیم دلمون میخواست فقط همدیگر رو بغل کنیم و گریه کنیم اما هیچ وقت همچین فرصتی پیش نیومد چون مردم انتظار دارن آدم به همون شکل خاصی که ازدواج میکنه یا میره کلیسا یا حتی بچه تربیت میکنه به همون شیوه خواست مردمم هم کنه و قصه بخوره. ما برای امه می همون طوری ازاداری کردیم که مردم انتظار داشتن. تو مراسم تدفین مردم من و امو رو به آدمای های دیگه ای تبدیل کردن. آدمایی که موقت هم شده خودشون رو با آداب اجتماعی وفق بدن. ما هیچ وقت نتونستیم اونطوری که دلمون میخواد حق حق کنیم. اما الان وسط باغچه خالی می واقعا سوگواری میکردیم. همونطوری که دینمون میخواست. کلتوس دقیقا همون چیزی بود که ما تو مراسم سوگواری احتیاج داشتیم. کلتوس همدم و تسلی دهنده خوبی بود. کلتوس با دقت به حرفای اموب گوش میداد و حرف نمیزد. انگار کلتوس خوبیایی هم داشت. من کم کم متوجه خوبیاش میشدم. تعریفای اموب تموم شد. اما هم مثل کلتوس زل زد به آسمون. منم هم همین کاری کردم. به صدای نفس های سنگین امووب و صدای کلتوس که آب بینیش رو بالا میکشید، هیچ صدایی به گوش نمی رسید کلاق سیاهی از بالای سرمون رد شد من و کلتوس دلمون نمیخواست تا زمانی که امووب تصمیم نگرفته حرکتی کنیم بالاخره امووب آه بلندی کشید و سرش رو به چپ و راست تکون داد فهمیدیم نشونه نگرفته اما از ما دور شد و به طرف تریلی رفت بغز کلوم گرفت. به کلتوس گفتم خودشو مریض میکنه. میترسم دیوونه شه. کلتوس گفت اینجور فکر و خیالا سرشو گرم میکنه. بهش انگیزه میده. صبح از خواب میتونه روحت بیدار چیزی نگفتم. نمیخواستم کلتوس بفهمه که من چه عذابی میکشم. من نمیتونستم اما ابو به زندگی امیدوار کنم. من تمام عشقم و نصارش می اما عشق و توجه من برای اما کافی نبود. کلتوس گفت تو واقعا قبول نداری اوب وجود میو احساس میکنه؟ قبول دارم یا ندارم به تو چه ارتباطی داره؟ کلتوس با بی تفاوتی شونهاشو بالا انداخت و گفت تو که نویسنده ای بابا تخیلت باید قوی باشه گفتم من نویسنده نیستم کلتوس با بی گفت به جهنم که نیستی گفتم پس لطفا اینقدر منو نصیحت نکن دوست داشتم سرش داد بزنم دوست داشتم گریه کنم اما جلوی خودم رو گرفتم گلتوس با همون آرامش گفت میدونی او با بقیه فرق میکنه دوست نداره فقط چیزایی که ما میفهمیم و درست کنه دوست نداره از شوب گربه و سگ بتراشه چیزای مادی و ملموس پوشش هیچ اهمیتی ندارم من فکر میکنم می همیشه او با آزاد میذاشته بهش فرصت میداده تا قدرت تخیلش آزاد کنه و ازش استفاده کنه سامر تو هم مثل اوبی او برای درست کردن هر چیزی الهام میگیره به تو هم الهام میشه اما تو الهام از خود دور میکنی وقتی حرفاشو شنیدم احساس کردم یه بازنده واقعی احساس کردم دیگه هیچ وقت نمیتونم تو زندگیم پیروز بشم دیگه هیچ نمیتونم به چیزی که دوست دارم برسم حتی دیگه یادم نمیمونه چرا انقدر از کلتوس متنفر بودم برگشتم و از کلتوس دور شدم حس بدی داشتم انگار توی کوهستان گم می شدم فردای روزی که منتظر عمه می بودیم و نیومد اما او از رخت خواب بیرون نیومد حتی منو برای مدرسه بیدار نکرد من خواب بدی می دیدم از خواب پریدم دیر شده بود اتوبوس مدرسه را از دست داده بودم ساعت هفت بود و برای آماده شدن و راه افتادن خیلی دیر شده بود نمیدونم شایدم خواست خدا بود که به موقع از خواب بیدار نشم آخه خدا از همه اتفاقا با خبره و همه کارا رو طبق برنامه خودش پیش میبره. از جا پریدم. به طرف اتاق امو اب تای رفتم. در زدم. جوابی نیومد. از فکر اینکه قرار با چه صحنه روبرو بشم بعد جوری دل گرفتم نفسم بند اومد از تصور مردن امو وحشت کردم فکر کردم که حتما امروز روز جداییه حتی تابوت و کراواتی که امو باید میزد و تو ذهنم مجسم کردم یه دفعه صدای ضعیفی شنیدم سامر با شنیدن صدای امو خیالم راحت شد لایه در رو باز کردم امو اوب تو رخت خوابش نشسته بود نزدیکش رفتم بازوی استخونیشو گرفتم و گفتم امو خوبی؟ امو دستم و گرفت و و نوازش کرد همزمان سرش هم با تأسف و غم تکون میداد نمیدونستم چی کار کنم آخه چهرش خیلی افسرده بود. فضای قمنگیزی بود. اندو مثل مه دور هر دومون پیچیده بود. همون موقع عشقای امو آبا دیدم. امو زمزمه کرد. مثل اینکه خواب موندم. اما آب خودش میدونست حالا هیچ وقت خواب نمونده. همونقدر به سر ساعت بیدار شدن امو اطمینان داشتم که به چرخش منظم زمین. گفتم چیزی نشده امو برای همه پیش میاد. اگه دلت بخواد میتونی بازم بخوابی اما اوب چیزی نگفت خجالت زده بود میدونستم که دلش میخواد تنها باشه اینو خیلی خوب درک میکردم یه بار وقتی کلاس چهارم بودم معلممون از بچه ها خواست تا درباره همدیگه انشا بنویسیم یکی از دخترها درباره دانش آموزی نوشته بود که سر و خوبی نداشت تو انشاش حد زده بود که احتمالا دختر فقیره و تحت حمایت بهزیستی چند وقت بعد فهمیدم که انشا درباره من بوده و فهمیدم که از نظر بچه ها من چقدر بیچارم فقط آرزو می کردم زودتر برگردم و به آغوش اممه یا امو او پناه ببرم دلم میخواست هیچ وقت یه امن اتاقم رو ترک نکنم اما مجبور بودم بقیه یه روزو بین بچه ها بمونم و اینکه جلوی نگاه تک تکشون راه برم برای همین حال امو و با درک میکردم نیازش به تنهایی رو میفهمیدم رفتم تو آشپزخونه اول به نازم مدرسه زنگ زدم و علت غیبتم و گفتم بعد قهوه درست کردم قهوه رو روی میز گذاشتم و نشستم فکر می کردم که کتاب پزشکی داشتیم کتابی که توش دستورالعمل رفتار با پیرمردی که زنش رو از دست داده نوشته باشه پیرمردی که تونه بدون همسری زندگی کنه تلویزیون رو روشن کردم شاید برنامه پزشکی کمکم میکرد اما موضوع برنامه پزشکی تلویزیون جوش صورت بود نه معده تنهای افسرده با خودم گفتم کاش که لاقل کلتوس بود اتفاقی خواب نمونده حقیقت این فکر منو میترسون میدونستم بیدار نشدن امو فقط یه دلیل داره اما امیدشو از دست داده بود احتمالا فکر کرده بود انتظار برای دیدن امه خیلی بیفاید است دیگه امیدی برای نجات خودش از دست غم نداشت شاید از منم قطع امید کرده بود اما او با لباس خواب و پریشون از اتاقش اومد بیرون تا دیدمش بدنم لرزید یخ کردم انگار آماده رفتن به گورستان یا خونه سالمندان بود از دستش عصبانی شدم اما نباید ناامید میشد براش قهوه ریختم و میز صبونه رو چیدم ساعت ده شده بود اصلا سابقه نداشت ما بعد ساعت شیش صبونه بخوریم امه می همیشه صبونه گرم و مفصلی برامون آماده میکرد. امروز اولین روزی بود که خودم صبونه رو آماده میکردم. سر صبونه سر حرف رو باز کردم. چیزایی گفتم که همیشه برامون جالب بود. اما امو اب اصلا حواسش به من نبود. درست وسط حرفام درباره ماشین چمنزنی صبونه رو کنار زد و با افسردگی به هم زل زد. ساکت شدم. اما گفت سامر نمیدونم میتونم از پسش بر بیام یا نه. از پسی چی او؟ اما او با گریه گفت من خیلی خونه داری بلد نیستم شاید باید یاد می گرفتم. اما حالا دیر شده نمیدونم میتونم خونه زندگیمونو اداره کنم یا نه میدونستم منظورش از اداره کردن خونه مراقبت از منه وگرنه یعنی تریلی که مراقبت لازم نداشت اما اوب نگران من بود برای همین گفتم باور کنید اما من میتونم کارهای خودم رو انجام بدم نگران نباشید؟ امو گفت بچه جون می هیچ وقت نمیخواست تو خودت از خودت مراقبت کنی ما تو رو آوردیم اینجا تا خودمون بزرگت کنیم می دلش میخواست تو کسی رو داشته باشی که دل سوزت باشه نمیدونم من پیر مرد به چه دردت میخورم از وقتی می مرده من هیچ کاری برات نکردم با شنیدن حرفای ام و ام به شکل عجیب قریبی دوباره جون گرفتم نمیدونم چی شد اما همین که فهمیدم اما اب هنوز حواسش سر جاشه خیالم راحت شد اما اب حواسش بود که کارا را اونجوری که باید و شاید انجام نمیده و از این بابت خجالت زده بود همین موضوع امیدوارم کرد دستش را گرفتم و گفتم باید چند تا فرفره جدید درست کنی اصلا باید یه سرگرمی جدید برای خودت جور کنی امو من مراقب کارا هستم تا حالت بهتر بشه زندگیمونو میگردونم اما او گفت دیگه هیچ فکری به کله پیرم نمیزنه. مدام تو سرم با می حرف میزنم. دیگه نمیتونم فرفره درست کنم. همش با خودم میگم چه جوری دلش اومد ما رو تنها بذاره بره. میدونم رفته و تموم شده اما نمیتونم باور کنم. دیگه نمیتونم فرفره درست کنم. دلم میخواد از واقعیت جداشم و تو فکرم با می زندگی کنم. حرفاشو تایید کردم. میخواستم خیالش راحت شه. کار تیکه ای بلد نبودم بعدم براش قهوه ریختم کلتوس بعد مدرسه یه روز اومد پیش ما از کیف کهنه ی عکساش بریده یه روزنامه رو در آورد و با هیجان گفت ببینید این کلیسا معتقدی که با ارواح ارتباط برقرار میکنه تازه خیلی هم از اما دور نیست اما اوب بریده روزنامه رو ازش گرفت کلتوس گفت نوشته خانم روحانی توی کلیسا میتونه با مردو ارتباط برقرار کنه به نظر من که درسته کلیسا برای همین کار دیگه برای ارتباط قرار کردن بین این دنیا و اون دنیا دیشب چشمم به عکس خورد دل تو دلم نبود زودتر بیام پیشتون بهتون بگم اما چیزی نگفت میدونست من فکرش مشغوله فکر میکنه الان چه جوری به کلتوس بگه که چنین چیزی امکان نداره و این دیوونگیه جوری که دل کلتوس نشکنه اما اب گفت فکر میکنی با ماشین چقدر راهه با صدای بلند گفتم امو اوب دیوانه شدی؟ ما که نمیتونیم بریم دنبال اون خانومه چرا نتونیم دختر؟ برای تعطیلات مدرسه فکر بهتری داری؟ از لبخندی که روی صورت امو بود فهمیدم بهونه پیدا کرده تا از رخت خوابش بزنه بیرون گلتوس گفت فکر کنم یه سه ساعتی رو باشه من نقشه رو نگاه کردم مسیرش خیلی خوبه خیلی هم راه قشنگی داره تازه تو رو چند تا جای تاریخی هم هست میتونیم اون رو ببینی. اما با خنده روی زانوی کلتوس زد هر دوشون خیلی خوشحال بودن اما من فقط آه کشیدم و رفتم از یخچال خوراکی بردارم حدس می زدم کل حالا حالا خیال رفتن نداره پس باید برای شام یه چیزی درست میکردم. کردم ازم نپرسید چرا مدرسه نرفتم اصلا نپرسید چرا امو لباسش رو عوض نکرده مطمئنم اگه همه می زنده بود از کلتوس خوشش میومد. همه می عاشق آدمای عجیب و غریب بود. آدمایی که نمیشه راحت شناختشون مطمئنم توی اون دنیام دور برش پر از این آدماست من و عمو تصمیم گرفتیم بریم خونه کلتوس و از پدر و مادرش اجازه بگیریم با ما بیاد سفر قرار بود خیلی زود سفرمون رو با ماشین عمو شروع کنیم اما من میترسیدم من خیلی چیزا رو از دست داده بودم خیلی چیزای مهمی که احتیاج داشتم و الان دیگه ندارم نمیخواستم دوباره چیزی رو از دست بدم آمادگیشو نداشتم برعکس من کلتوس سرشار از امید و اعتماد به نفسه فکر میکنه که جواب نیاز امو پیدا کرده فکر میکنه باید ماشین رو روشن کنیم و را بیفتیم و بقیهش هم حله اما من میترسم اگه زنی که میگن کلاه بردار باشه چی؟ اون وقت من خیلی چیزا رو از دست میدم اگه امه می نیاد اگه خودش رو نشون نده یا اگه چیزی که امو دوست داره بشنوه نگه وقت با چه امیدی برگردیم خونمون؟ امیدوارم که التوس این دفعه حرف درستی زده باشه امه می آشق بود ما به دیدن خوفاش توی تریلی خیلی عادت داشتیم شبا با صدای بال زدن خفاش توی تریلی از خواب بیدار می شودیم. من از وضعیت غیرعادی خونه لذت می برم وقتی به اتاق امه می و امه راه را پر خوفاش بود اما هیچ وقت نمی ترسیدم چون زنی بزرگم میکرد که آشق خفاشا بود پس دلیلی برای ترسیدن نداشتم وقتی بزرگتر شدم متوجه شدم بعضی تا سرحد مرگ از خوفش ها میترسن میدونستم دلیل ترس آدم ها به کسایی رب داره که تربیتشون کردن گلدوس هم ها رو دوست داشت کالا با پسری که ها رو دوست داشت به دیدن زنی میرفتیم که عاشق خوفش بود وقتی ها تو اتاق گیر میکردن می با پتوی نرمی خیلی آروم از تریلی میبردشون بیرون اما او دوباره صبح زود از خواب بیدار می شد تا وقتی من از مدرسه برگردم پشت میز آشپزخونه می شست و به نقشه سفرمون نگاه می کرد. اما او دوباره سر حال شده بود. هفته بعد ما صبح زود دم در خونه کلتوس بودیم. هوا سرد بود. کلتوس خیلی زود دم در ظاهر شد. با خودم گفتم کلتوس اون پسری نیست که با کیف کهنه پر از عکسش میومد پیش ما. تو نگاه من کلتوس یه آدم دیگه شده بود. فهمیدم اینجا توی خونه کوچیکشون که خیلی فرقی با ترلی ما نداشت کلتوس غرق عشق و محبت پدر و مادرش بود خیلی جالبه آدم ممکنه توی یه لحظه متوجه چیزایی بشه که قبلا اصلا متوجهشون نبوده یه جوری میشه که آدم با دیدن قیافه کسی احساس امنیت، قدرت و عشق تو وجودش تشخیص بده کلتوسی که جلون ساده بود اصلا خلو دیوونه نبود برای اولین بار از دیدنش خوشحال شدم پدر و مادرش پشت سرش ایستاده بودن از رفتارشون معلوم بود که زیاد مهمون نداشتن خیلی پیرتر از چیزی بودن که انتظارشو داشتم مادر کلتوس از پیری مثل سیب خشکیده بود اما یه برقی تو نگاهش بود که جذبم میکرد پدر کلتوز هم مرد ریزه میزه و پیری بود با خنده حرف میزد از شدت هیجانم صورتش قرمز شده بود با خودم فکر کردم انگار این سرنوشت منه آدمای اطرافم هم همشون یه پاشون لبه گوره تو رو فکر میکردم کلتوز برای این منو نمیبره خونشون چون از پدر و مادرش خجالت میکشه ولی حالا فهمیدم اشتباه میکردم پدر و مادر کلتوز اونقدر خوب بودن که کلتوز ازشون خجالت میکشید منو بهشون نشون بده فکر میکنم من مایه خجالت کلتوز بودم تا پدر و مادرش احتمالا کلتوس از بی تفاوتی من نسبت به خودش خجالت میکشید همه تو اتاق نشیمن خونه کلتوس نشستیم مادر کلتوس برای خودش از آشپزخونه یه صندلی آورد اما اوب یه راست رفت سر اصل مطلب اگه اجازه بدین ما میخوایم هفته دیگه کلتوس رو با خودمون ببریم به یه سفر کوتاه همسر من یه سال پیش مرد از اون روز من و سامه روزای سختی رو گذراندیم فکر کنم یه سفر کوتاه برای سامر خوب باشه با تعجب به امو نگاه کردم اما سعی میکرد به ام نگاه نکنه توقع داشتم لاقل ادامه حرفاش درست باشه اما اشتباه میکردم کردم گفت فکر کردم بریم دیدن یکی از دوستامون بعدش هم چند تا جای تاریخی رو از نزدیک ببینیم دیدن جای تاریخی برای پسر شمام جالبه خودتون بهتر از من میدونید که کلتوز پسر کنجکاویه دوست داره خیلی چیزا رو بدونه. برای همین گفتم شاید سفر کوتاهمون فرصت خوبی براش باشه. سامر و کل بهترین دوستای همن. از تعجب دهنم باز مونده بود. مادر و پدر کل با دلسوزی به هم نگاه میکردن. کل دوستم عین من تعجب کرده بود. احتمالا اونم توقع داشت اما او از خفاشا و خانومی که با ارواح در تماس بود حرف بزنه یا لاقل دلایل اصلی سفرمونو بگه. پدر کلتوس گفت اگه مزاحمتون نیست خوشحال میشیم باهاتون بیاد ما میدونیم که کلتوس چقدر عاشق سفر و دیدن چیزای تازه است ولی متاسفانه من کمر درد دارم مادرش هم چشم راستش خوب نمیبینه برای همین نمیتونیم کلتوس رو ببریم سفر <تصفح> به کلتوس نگاه کرد خواستم ببینم اونم مثل من از اینکه پدر و مادرش این همه درد و ناتوانی دارن نگران کوچکترین اثری از درد و ناراحتی توی صورتش ندیدم چهرهش کاملا آروم بود معنی این همه آرامش رو درک نمی کردم مادر کلتوس به هم گفت متاسفم عزیزم از دست دادن عزیزان خیلی سخته چیزی راه گلمو بسته بود می ترسیدم دهن باز کنم و بزنم زیر گریه خوشبختانه بحث عوض شد. اما آب و پدر کلتوس از آب و هوا و خاطرات جنگ جهانی حرف زدند. مادر کلتوس هم برامون قهوه و بیسکویت آورد. قهوهش بهترین قهوه بود که تو عمرم خورده بود. مادر کلتوس باور نمیکرد دختری به سن و سال من اینقدر قهوه دوست داشته باشه. به تفاوت‌های خودم و کلتوس فکر کردم. هر دوی ما پدر و مادر پیری داشتیم. من همیشه نگران بودم از دستشون بدم. برعکس کلتوس خیلی مطمئن بود مطمئن بود که موجودات نحیف و پیر زندگیش هیچ وقت رهاش نمی کنن. تو مهمونی خونه کلتوس به من و امو خیلی خوش گذشت اونقدری که بقیه یه روز آرامش داشتیم و با شادی وسایل سفرمونو جمع کردیم صبح روز سفر کلتوس با یه کیف کوچیک و چمدون کهنه معروفش دم در منتظر ما بود اما همونطور که در صندوق عقب و میبست با خوشحالی گفت عجله کنید یه قرار ملاقات تو این دنیا داریم من و امو اب جلو نشستیم نمیخواستم که التوس تو صندلی جلو بگیره کلتوس روی صندلی عقب نشست و بلا فاصله مجله از چمدونش در بود. برگشتم ببینم مجله هاش درباره چیه. اما با چپک نشستن حالت تعوی گرفتم. برگشتم و به جاده نگاه کردم. دوست نداشتم همه را تمرکز کنم که بالا نیارم. اما گفت بهترین چیزایی که خوندم مال بچگیامه کتابای بابا بر می داشتم می بردم توی توالت می خوندم. بیشترشونم درباره ماهیگیری و تعمیر ماشین بود. خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم. عاشق وقتایی بودم که اسهال داشتم. اون وقت بیشتر کتاب می خوندم. و اینجوری بود که پر حرفی های امو با کلتوس شروع شد. اما هنوز به وسط های راه نرسیده حرفای کلتوس و امو ته کشید. ماشین ساکت شد فقط صدای تلق طلق ماشین و ترانه های رادیو بود میدونستم سکوت امو به امه می رب داره احتمالا تو ذهنش دعا میخونه و با عمه صحبت میکنه دعا میکنه امه می کنه اممی بیاد پیشش و بهش بگه با تنهاییش چیکار کنه مطمئن بودم که از تصور ندیدن امه می وحشت داشت برگشتم و به کلتوس نگاه کردم به قله ها زل زده بود نمیدونستم به چی فکر میکنه ولی من چرا ساکت بودم سکوتم به خاطر آرامشی بود که داشتم اما اب سالم بود و پیشم نشسته بود چی برای من بهتر و مهمتر از این؟ من با آرامش به خونه های روستایی اطراف جاده نگاه می کردم. از علامت تابلوهای بزرگ را فهمیدیم به جاهای تاریخی نزدیک می شیم. کلتوس آروم و قرار نداشت. با هیجان گفت تولو فقط چند تا عکس سیاه و سفید ازشون دیدم فکر میکنم اینجا بهترین جای دنیاست قدیما تو این امارت ها مهمی وز میکردن واقعا باشکوه واقعا <applause> گمبد طلایی امارت از دور پیدا بود حد میزدم دیدنی تر از چیزیه که فکر میکردم اما اوب تلاش میکرد ضمن رانندگی گنبد امارت هم ببینه کم مونده بود از جاده منحرف بشه اما گفت واقعا قشنگه بچه ها فردا موقع برگشتن اینجا وا میسیم و حسابی میگردیم نهارم همینجا میخوریم باید جاهای تاریخی رو ببینیم احتمالا بازار و صنایع دستی هم داره کلتوس جوری به گمد تلایی ساخته نگاه میکرد انگار یه تیکه از بهشته ما رفته رفته از گنبد طلایی دور شدیم کلیسا رو خیلی راحت پیدا کردیم ساعت ده صبح دم در کلیسا بودیم کلیسا سوت کور بود تعجب کردیم اما اما اوم امیدی رو از دست نداد و گفت این کلیسا با کلیساهای دیگه فرق داره ولی من خیلی خوشبین نبودم از وقتی همه می مرده بود همیشه آمادگی شکست داشتم به ایوونه کوچیک جلوی کلیسا رفتیم کسی نبود در زدیم مردی شبیه موش خورما در رو برامون باز کرد وقتی فهمید برای چه کاری اومدیم گفت متاسفم خانم میریان به سفر ابدی رفته یه لحظه احساس کردم هر سه نفرمون مردیم کلتوس مثل دیوونه ها پرسید یعنی کجا رفته؟ مرد شبیه موش خورما گفت مرده پسرم هر سه تامون مات و مبهوت بودیم سفر کرده بودیم که به مرگ رو دست بزنیم میخواستیم صدی که مرگ بین ما و عممهی کشیده بود و بشکنیم اما مرگ ما رو سر جامون نشونده بود رایت ادب یادم رفته بود با گستاخی پرسیدم پس شما کی هستین؟ چیزی برای از دست دادن نداشتم اینقدر از دست مرد موش خورمایی بودم که میخواستم بزنمش میخواستم اینقدر فشارش بدم تا خانم میریام از پهلوش بزنه بیرون اما مرد خیلی خونسرد به چشام نگاه کرد لبخند زد و با مهربونی گفت من برادر ی خانم میریام هستم عزیزم تا موقعی که کاراشو رو برا کنم اینجا زندگی میکنم از خفاشا همون همونو که خانم میریام خیلی دوزشون داشت خفاشا آزادن و پرواز میکنن مثل خود خانم میریام تمام این مدت اما اب ساکت بود تا فهمید خانم میریام مرده به لبه یه ایمون تکیه داد به دور دست و زد و پیشونیشو مالید هر وقت خودش میباخت همین کارو میکرد. بعد از صحبت های بی نتیجه من و کلتوس با مرد موش خورمایی، با صدای خیلی آرومی گفت امیدوار بودم خانم میریام بتونن کمکم کنن. دوست داشتم با روح زنم ارتباط برقرار کنم. خیلی دلم میخواد باهاش حرف بزنم. مردرزاده ی خانم میریام دستش رو روی شونه ی گذاشت. مرد با نگاه غمگینی به اموآب گفت آه خیلی متاسفم آقا من قدرت اممو ندارم ولی یکیو میشناسم که این قدرتو داره فقط راهش از اینجا یکم دوره اما گفت نه نه اینجا رو پیدا کردیم و نشد پس همینجام تمومش میکنیم من نمیخوام مثل یه پیر خرف در به در دنبال واسطه بگردم کلتوس گفت آقا چیزی داریم به ما بدین یه چیزی که مربوط به خانم میریام و کلیسا باشه کلتوس فقط دنبال این بود یه چیزی از یکی بگیره و بندازه تو کیف درب و داغونش فقط دنبال آشغال جمع کردن بود مرد بروشور کلیسا را داد بهش چیزی که تا زنده بودن خانم میریام به تازه واردا میدادن کلتوس از یادگاریش خیلی راضی بود مرد بهمون به تعارف کرد بریم تو قهوه بخوریم اما امو آم قبول نکرد قیافش خیلی ناراحت و رنگ پریده بود. آرزو داشتم یه جوری از درد و رنجش کم کنم اما کاری از دستم بر نمی اومد. فقط باید سب میکردم تا برگردیم خونه. مرد شماره تلفنش رو بهمون به داد. بعد دری که ما با همه امید و آرزومون اومده بودیم سراغش بسته شد. بدون هیچ حرفی رفتیم سمت ماشین. چند دقیقه تو ماشین نشستیم. منتظر بودیم ببینیم تصمیم اماب چیه. قبلا تو هتل کوچیک شهر جا گرفته بودیم. قرار بود شب تو هتل بمونیم. بعدم بریم دیدن امارت های تاریخی. اما حالا تازه ساعت یازده صبح بود و فقط سه ساعت از سفر ما گذشته بود. همه چی هم به هم ریخته بود و خراب شده بود. حتی خود ما. بعد چند دقیقه اما اب آه عمیقی کشید و گفت هی hey, بچه فکر کنم بهتره بریم خونه. اما اب ماشین رو روشن کرد. به آرومی از همه ارواحی که توی کلیسا بودن دور شدیم. هیچ کس حرف نمی زد. برخلاف سکوت خوشایندی که صبح تو ماشین بود، حالا سکوت برگشت خیلی عذابم میداد. قیافه عموب خیلی ترسناک شده بود. می ترسیدم هر لحظه ماشین رو پارک کنه و کنار جاده بمیره. سعی کردم بغزم و بخورم. دعا می کردم راه نجاتی برای امواب پیدا کنم. عموب آخرین سر رو خورده بود. به جاده امارت تاریخی نزدیک شدیم. مطمئن بودم کلتوس به گنبد طلایی زل زده. در امتداد امارت حرکت کردیم و به سمت خونه رفتیم. هر لحظه از امارت دورتر می شدیم. هیچ کس حرفی نزد. دلم برای کلتوس می سخت. برای دیدن امارت خیلی ذوق و شوق داشت. اما کاری از دستم ساخته نبود. اونقدر از امارت دور شدیم که دیگه گنبد طلاییش پیدا نبود. ما برگشتیم خونه. جایی که زندگی برامون هیچ معنایی نداشت. تریلی خالی، پیرمردی که میل به زندگی هر لحظه توش کمتر و کمتر میشد. پسر ساده و احمقی که عاشق آتاشقاله کیف پاره پورش بود و من. منی که زول زده بودم به جاده و اصلا دلم نمیخواست پشت سرم و گمبت تلایش رو نگاه کنم. گمبتی که همین چند ساعت پیش با اشتیاق برای دیدنش نقشه می کشیدیم. درست لحظه ای که ما آخرین امید از دست رفتمونو پشت سر میذاشتیم امو گفت بر میگردیم امو ماشین ماشینو برگردوند از همون راهی که اومده بودیم برگشت برگشت به طرف امارت یه مرتبه حالم از این رو به اون رو شد کلتوس با صدایی که معلوم بود از سوال که ازم میترسه گفت اه 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 کجا میریم؟ اوب گفت وقت نهار نزدیکه بریم گشتی بزنیم و نهار بخوریم ما قبل اینکه شکل آدم دنیا بیایم فرشته بودیم هر وقتم از دنیا بریم دوباره فرشته میشیم با خودم فکر کردم پس چرا آدم ها دوست دارن هر طوری شده تو این دنیا بمونن قبلا فکر میکردم دلیلش ترس از مرگ. اما الان مطمئنم دلیلش چیز دیگه ایه آدما تحمل خداحافظی عزیزشونو ندارن مرگ عمه میو خیلی زرج نداد ولی ام اب با زنده مودنش درد میکشه ام دردش رو تحمل میکرد تو باغچه خشک شده عمه قدم میزد و تحمل میکرد تو تریلی زندگی میکرد که جای خالی عمه همه جاش حس میشد ام خیلی زجر میکشید اما تصمیم گرفت اینجا روی همین زمین بمونه و زندگی کنه دلم میخواد فکر کنم تصمیمش به خاطر منه به خاطر من خواسته زنده بمونه. همونجوری که نمیدونم تو ذهنش دقیقا چه چیزی گذشت که سر ماشین رو برگردوند. درست کنار امارت جای پارک پیدا کردیم. از ماشین پیاده شدیم. کلتوس دلش میخواست به همه چی دست بزنه. انگار رفته بودیم خونه خودمون. احساس خیلی راحتی داشتیم. هیچکس کس اندازه ما خوشحال نبود. اما آب با من کلتوس خیلی مهربان بود. درست مثل یه من. برای نهار رفتیم رستوران امارت. رستوران پر از زنا و مردای شیکی بود که برای نوشیدن قهوه یا خوردن غذا پشت میزا نشسته بودن. حسابی توی امارت و اطرافش گشتیم. کلتوس به امو پیشنهاد داد فرفرهاشو بیاره اینجا بفروشه. اما با نیومد. تا عصر تو بازار گشتیم. بعد رفتیم طرف ماشین تا برگردیم خونه. من صندلی جلو رو دادم به کلتوس. خودم هم عقب نشستم. تمام راه ساکت بودیم اما سکوتمون بد نبود فقط خسته بودیم قرار شد کلتوس شب پیش ما بمونه تا مجبور نباشه به سوالای عجیب قریب مادر و پدرش جواب بده وقتی رسیدیم به تریلی یهو یه, یه چیزی از بالای سرمون پرواز کرد نفس تو سینه هامون حبس شد پرنده بی صدا بال میزد. نگاه کردیم یه جوغ بود که زیر نور ما پرواز میکرد. جوق بال زد و توی تاریکی محو شد. وقتی دور شد یه دفعه بیاد عممه ای افتادم. زدم زیر گریه. هیچ وقت واقعا برای عممه گریه نکرده بودم. برای اینکه بتونم از دست دادنشو تحمل کنم خیلی به خودم فشار آورده بودم. سعی کرده بودم گریه نکنم. از روز مرگ همه می همه قصه ها و بغزار رو توی دلم جمع کرده بودم. حالا دیگه هیچی نمیتونست مانع اشکام بشه. گریه کردم و گریه کردم. نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم. اما او با کلتوس بهم کمک کردن تا برم تو خونه. تو رخت خوابم مچاله شدم. از پس گریه کرده بودم گلو میسوخت. دلم میخواست تمام ذرات وجودم تبدیل بشن به عشق. اما او بغلم کرده بود. اونقدر اشک ریختم تا احساس آرامش کردم. وقتی تونستم حرف بزنم گفتم تحمل جای خالی می خیلی برام سخته اما او گفت می هنوز اینجاست عزیزم آدما هیچ وقت ما رو برای همیشه تنها نمیذارن سرم و روی شونه یه گذاشتم خدا رو شکر کردم که دارمش حتی برای وجود کلتوس هم خدا رو شکر کردم چشمامو بستم و به مادر جوان و بیچارم فکر کردم همونطور که عشقای روی صورتم خشک می شود، آروم آروم خوابم بود نمیدونم توی خواب بود یا بیداری اما اممه با من حرف زد واضح و روشن به هم گفت وقتی من و عبتو رو دیدی تو یه دختر کچولوی خجالتی بودی تا دیدم ازت خوشمون اومد بعد شام با کشوندم یه گوشه و بهش گفتم ما باید این بچه رو با خودمون ببریم اوب هم سرشام دیده بود که چی می میترسی بگی برات شیر بریزن اوب بچه های رو خیلی زود تشخیص میداد برای همینم هم گفت همین امروز میبریمش وسایل تو جمع کردیم و با خودمون آوردیم قوم و خیشامون آدم های خوبی بودن اما نمیتونستن از تو خیلی خوب مراقبت کنن عزیزم روزای اول طاقت نداشتم از از چشم بردارم یادت چطوری به ما دست میکشیدم یادت بهشون ربانای قشنگ میزدم بالاخره خدای مهربون به هم یه دختر کوچولو داده بود چیزی که همه ی عمر آرزو شد داشتم میدونستم خداوند به دلیلی که خودش صلاح دونسته نخواسته به من بچه بده اما تمام سالایی که چشم انتظار بودم قرار بود تو به دنیا بیای قرار بود مامان بیچارت بمیره بعد او ببینه که چطوری رود نمیشه یه لیوان شیر بگیری از اینکه پول نداشتیم چیزایی که واقعا حقیق بود برات بخریم ناراحت بودیم دخترکم خیلی دلم میخواست برات اسباب بازی های گرون بخرم از اون عروس هایی که همه یه دختر کوچولو و آرزوشو دارن دلم میخواست هر روز لباس های صورتی و زرد تنیز کنم دلم میخواست ببرمت مرکز خرید اما حیف که پول نداشتیم هر دومونم به خاطر این موضوع خیلی ناراحت بودیم او براد با چوب آدمک می ساخت منم تو مغازه های ارزان می گشتم براد لباس قشنگ پیدا کنم دخترکم اما می دونستیم که لیاقت تو بیشتر از ایناست شبی شبیه که جغد سفید و دیدیم یادته کتامونو پوشیدیم و رفتیم بیرون ما به چه بزرگی تو آسمون بیرون تو تاریکی یه جغد بزرگ اومد طرف ما بدون هیچ سر و صدایی من و تو همونجا وایسادیم مثل مجسم خشک اون زد وایسادیم و بال زدن و دور شدن جغد و تو تاریکی تماشا کردیم من تو حالا جغد ندیده بودم تو هم تازه وارد زندگی ما شده بودیم فکر کردم دیدن جغد یعنی خبرهای خوب همون هم شد همیشه فکر میکردم خدا چرا اینقدر دیر تو رو به ما داد چرا وقتی تو رو پیدا کردیم که خیلی پیر شده بودیم اما دخترکم من به جوابش رسیدم خدا میخواسته هر ستای ما حسابی محتاج هم بشیم برای همین وقتی هم دیگر رو دیدیم ستایی من شدیم یه نفر او همیشه ماه خورشید من بود وقتی تو پیش ما اومدی و دختر ما شدی شدی ستاره درخشان ما تو بهترین دختر کوچولوی هستی که من به عمرم دیدم عزیزکم صبح روز بعد وقتی چشم رو باز کردم تلایی نور خورشید خورد به صورتم بخور نزدیکه نرگسای اممه خیلی زود شکوفه دادن از آشپزخونه بوی خوش قهوه می اومد. از اتاقم بیرون اومدم. کلتوز میز و میچید. رفتم با آشپزخونه. به به. خوشمزه ترین صبحونه عمرم رو خوردم. بعد از صبحونه هر ستاییمون دست به کار شدیم. باغچه عمه میو و پر فرفره کردیم. بعدم هر ستامون دعا خوندیم. فرفره ها از چرخیدن و رقصیدن خیلی خوشحال بودن. ما پیام عمه یا گرفته بودیم عمه حواسش به ما بود ما رو تنها نذاشته بود باد تندی وزید و فرفرها با شادی چرخیدند و پایان کتاب